سلام و درود. توی این دنیا بخواهیم یا نخواهیم یک سری چیزها از دست ما میره، اما روایت میخوام بخونم که میفرماد 4 چیز بیهوده از دست ما میره. 1، نیکی کردن و خوبی کردن در برابر انسان ناسپاس. 2، تعلیم دادن به کسی که گوش شنوا ندارد. 3، بذل محبت به انسان بیوفا. و 4، سپردن راز به کسی که راز نگهدار نیست. حواسمون به دوستانمون و اطرافیانمون باشه. باز هنگام نماز آمده است، موقع راز و نیاز آمده است. گوش کن می شنوی بانگ اذان. انعکاس خوش آهنگ اذان. مهربان داور ما منتظر است، مونس و یاور ما منتظر است. بنشینیم لب حوض دعا، بسپاریم دمی دل به خدا. بسپاریم دمی دل به خدا. گوش کن یا تو را میخوانم، بهترین کار تو را میخوانم. بهترین کار تو را میخوانم. بهترین کار نماز است، بیا. لحظه راز و نیاز است، بیا. بهترین کار نماز است، بیا. لحظه راز و نیاز است، بیا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان و سلام و درود و رحمت بیکران به محضر یکایک شما عزاداران و محبین آل الله، امیدوارم که در مسیر این خانواده ثابت قدم باشیم. یکی از دعاهایی که در دوران آخر الزمان بسیار باید به زبانمون جاری باشه همین طلب ثبات قدم در دین و باورهای اسلامی است. ضمن اینکه همگان به نوعی تا امام زمان نباشه یتیم نام داریم. یه جمله بگم و یک روایت فرمود: محبوب ترین خانه ها نزد من خانه ایست که در آن یتیم را نوازش می کنند. هوای دل همدیگر رو داشته باشیم و برای حفظ دینمون به همدیگه کمک بکنیم. همان اندازه‌ای که شیطان حاضر تلاش کنه و نیروهای مختلفی رو به کار ببنده که ما رو از مسیر حقیقی بیرون بکنه، باید ما همدیگر رو یاری کنیم که در دین ثابت قدم باشیم. با تذکرها، با امر به معروفهای صحیح و درست و با یاداوریهای زیبا. اون وقته که انهو داری یک یتیمی رو نوازش میکنی و اون خونه میشود محبوب رسول الله صلی الله علیه و آله. ممنونم که به امروز رو هم قصد کردید با ما همراه باشید. یک آیه از قرآن کریم رو ببینیم، برگردیم و باز در خدمت شما خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة
يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. خداوند نور آسمان‌ها و زمین است، مثال نور وی همانند محفظه است که در آن چراغ است، که آن چراغ در شیشه است و شیشه گویی ستاره درخشان است، و آن چراغ از روغن درخت پربرکت زیتون که نه شرقی است و نه غربی افروخته می شود، و آنچنان روغن این درخت صاف و خالص است که نزدیک است بدون تماس با آتش شعله بر شود که نور علی نور است، و خدا هر که را خواهد به نور خیش هدایت می کند و خدا به همه چیز داناست. ممنون بینندگان عزیز. آیه رو با هم شنیدیم، آیه 35 سوره نور، آیه معروف خاص که الله نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات. این آیه معروف به آیه نور. یکی دوتا لغت خاص داره که بحث مشکات یا همین کمشکاتی که در ابتدای آیه خواندم براتون به معنای چراغدان، مثل یک قندیلایی که قدیم بود، یک ظرفی شکل خاص داشت که درون اون تازه یک نوری رو قرار میدادن. قدری مثلا ظرف روغنین که فتیله‌ای داشت و شعله برمی‌شد رو می‌ذاشتن درون اون چراغدان. این رو در تعبیر آیه کمشکات آورده. مصباح میشه اون چراغ. یعنی شما تصور بکنید فانوس، بدنش کمشکات، اون نورش مصباح. خب امام صادق علیه السلام میفرماید این تعبیل آیه به ما اهل بیت برمیگرده، و بعد شروع میکنن دونه دونه تعابیر این آیه رو بیان کنن. امام صادق علیه السلام میفرماید که الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکاته، فرمودن مراد حضرت زهرا سلام الله علیها است. یعنی اون چراغدان حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. تصور بکنین ظرف وجودی صدیقه طاهره به عنوان اون چراغدان. و بعد ادامه دادن فیها مصباح، المصباح فی زجاجه، از زجاجه تو که انها کوکب دری. اون مصباح یعنی نور، چراغ، درون اون کمشکات قرار گرفته. فرمودن این مصباح یعنی امام حسن مجتبی علیه السلام. و اون مصباح، المصباح فی زجاجه، نور دوم دیگری که در این روایت دوباره بهش تکرار شده و بیان شده، مراد سید الشهدا علیه السلام هم. پس حسن و حسین درون وجود و ظرف وجودی صدیقه طاهره سلام الله علیها است. اما از زجاجت و که انها کوکب دری، مراد باز دوباره خود فاطمه زهرا سلام الله علیها است که در بین زنان مثل ستاره درخشانند. یه روایت دیگه هم تقدیم بکنم، خیلی روی این مسئله و این آیه نمیخوام بیستم، ولی این مطلب قشنگ بود. امام رضا روایتی رو این گونه میفرمایند که ما به منزله چراغدانیم، یعنی اون کمشکات، اون ظرفی که نور درونش قرار میگیره، وجود نازنین حضرات معصومینند. اما اون مصباح که نور دهنده است، خود چراغ هست، خود اون شعله است، وجود نازنین آقا رسول الله است، که در ادامه می فرمایند یهدی الله لنوره
میشا، یعنی خداوند متعال اراده میکنه کسی رو هدایت کنه به وسیله این نور و به شکل ما اهل بیت، یعنی از طریق ما اهل بیت به وسیله ما اهل بیت اون رو هدایت میکنه. یه نکته تو پرانتز اینجا بگم، اگر راه نجات و هدایتی باشه الا ولابد در خونه اهل بیت هست، مثل اون روایت بسیار معروفی که بر ساق عرش نوشته شده است، ان الحسین مصباح الهدى، یا هدی و یا هدن هر سه خانش رو داره، و سفینه النجات، امام حسین یک چراغی است برای هدایت و مرکبی داره، کشتی داره که ما رو نجات خواهد داد، مثل این قایقای کوچیکی که تندروان و چه بسا یک کشتی بزرگی رو نجات میده. سیدالشهدا راه نجات هم است. لذا شما ببینید طیب ها، قاسم جیگرکی ها، رسول ترک ها، زهیر و حر و دیگرانی که آمدن و در مسیر سیدالشهدا علیه السلام قرار گرفتن، راه نجات براشون باز شد. یا اون روایت معروف رو متذکر به نفس خودم بشم، جوانی آمد محضر سیدالشهدا، ببین نور هدایت رو ببین و هدایتگری سیدالشهدا رو دریافت کن، گفت آقا جان من هر کاری میکنم نمیتونم خودم رو کنترل کنم و عاقبت گناه میکنم، چه کار کنم؟ حضرت فرمودن یه راهکار بهت میدم، اگر اون رو انجام دادی برو هر کاری دلت میخواد در مسیر خطا انجام بده انجام بده به نوعی. گفت آقا بسم الله. آقا فرمودن که از نعمات الهی استفاده نکن، قضا و طعام و مواردی که به تو یک جانی میده رو بهره نبر، اگر تونستی باشه. از هوا و به عنوان نعمت از هوا و زمین هیچ بهره ای نبر. دو، یه جایی برو که در سیطره خداوند متعال نباشه، زمین خدا نباشه. سه، وقتی میخوای گناه بکنی یه جایی برو گناه کن که خدا تو رو نبینه. چهار، اگر ملک مقرب الهی آمد جانت رو بگیره، تو بهش بگو برو جان من رو نگی، تو براش وقت تعیین کن، اگر میتونی برو. و اون موقعی که دارن تو رو میبرنت سمت آتش، اگر اینقدر قدرت داری و توانایی داری که خودت رو از آتش نجات بدی به تعبیری و بگی من رو برگردونی، اون موقع میتونی بری خطا کنی. اگر این پنج مورد رو میتونی انجام بدی آزادی. جوان یه فکری کردید، بهترین راه ترک گناه و توبه است، چرا که لا یمکن الفرار من حکومتک، کجا برم که مال خدا نباشه، چی بخورم که نعمت الهی نیست، کجا راه برم که زمین خدا نباشه، آیا من میتونم برای اسرائیل وقت تعیین کنم یا برای ملائکه که موکلن برای بردن گناهکار به سمت آتش؟ پس راه نجات در کلام سیدالشهدا است و توبه رو قبول کرد و رستگار شد. این نور هدایتی که خدا خواسته و امام رضا جان فرمودن ما چراغدانشیم و اون نور، نور محمد مصطفی صلی الله علیه و آله است. به اون روایت مشهور هم که امام صادق فرمودن میخوام یک دست ترسلی بزنم بگم که بی بی جان شما معدن لطف و رحمت و نور هدایتی، همان گونه که به نماز می ایستادید و نوری در آسمان ها چون ستونی می رفت و خیلی ها که می توانستن ببینن به اون نور هدایت می شدن یا به نور چادر وصل دارد هدایت شدن، آن تعداد کثیری از یهودیان همواره ما رو در مسیر
حق و حقیقت فرزندت مهدی قرار بده و عاشق علی اولادش رقممون بزن. الهی بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیائك و رسلك و حفه بملائکتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديك ومن خلفه رصدايا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذله في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. سلام و درود مجدد محضر شما بینندگان عزیز و سپاس از همراهیتون. امروز میزبان جناب آقای دکتر علی خلجی هستیم که با یک سلام و عرض تسلیت گفتگومون رو آغاز بکنیم. جناب آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدین و عرض تسلیت دارم. سلام علیکم و رحمت الله، عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و عرض تسلیت دارم بابت این ایام عزیز و همچنین عرض سلام و ادب دارم محضر بینندگان عزیز و در خدمتتون هستم. خدا خیرتون بده. یه مختصری رو از برنامه گذشته طبق معمول ببینیم، باز محضر شما باشه. با ما همراه باشید انشاءالله که این بخش و این لحظات برای من و شما بهترین لحظات گفتگویی رقم بخوره. احترام به پدر مادر پس از توحید آمد، یعنی پس از پرستش خداوند متعال بلا فاصله. بلا فاصله احترام به پدر مادر آمده. این احترام به پدر مادر که در اینجا آمده اثر صدقه و لطف نیست، بلکه چی هستش؟ بلکه یک ارزش هست. دروازه توحید عملی از منظر احترام به پدر مادر و رعایت حقوق والدین است. خب خلاصه برنامه گذشته رو بینندگان عزیزمون دیدند و شنیدند و انشاءالله ادامه گفتگو رو با هم داشته باشیم. امروز در صدد هستیم جنبه دیگری از رابطه انسان با خدا رو مطرح بکنیم. این جنبه بسیار بسیار حائز اهمیت هست و نقش مستقیم در زندگی انسان و حتی سرنوشت او داره. ما تلاش کردیم در این چند برنامه که نقش توحید رو در زندگی انسان بیان بکنیم و مصادیقش رو هم در برنامه‌های مختلف به یک شکلی عنوان کردیم که خلاصه اون رو بینندگان عزیز در جلسه در ابتدای جلسه دیدن و ملاحظه فرمودن. امروز میخوام در رابطه با بیان نقش توحید در زندگی انسان عرایزی رو داشته باشم و یکی از مفاهیم بیبدیل توحیدی رو به نام توکل مورد بحث قرار بدم. بحث بسیار مهمی هست و بحث توکل یکی از موضوعاتی است جناب آقای موسوی که فقدان اون آسیب‌های زیادی رو به جامعه بشری وارد کرده. چرا میگم جامعه بشری؟ به خاطر اینکه تکیه کردن به خداوند متعال، حالا هر کسی به یک شکلی تصویری از خدا و مفهومی از خداوند متعال در ذهنش داره،
تکیه کردن به خداوند متعالی که خالق جهان هستی است و خالق کهکشان ها هست، این مورد قبول همه انسان هاست. بله. حالا کسی که فقدان این رو داشته باشه و یا کمتر نسبت به این به اصطلاح عنایت داشته باشه، چه اتفاقاتی در زندگی میفته و چه آسیب هایی رو وارد زندگی خواهد کرد. تلاش میکنم که در این حوزه عرایزی رو خدمت بینندگان داشته باشم. امیدوارم که انشالله مقبول توجه اول خداوند متعال قرار بگیره، بعد هم انشالله بینندگان ما انشالله بتونن استفاده بکنن. توکل یعنی چی؟ توکل یعنی اعتماد. توکل یعنی تکیه کردن به کسی. اینو بهش میگن توکل. حالا در اصطلاحش یعنی اعتماد کردن به خدا و آنچه که از اوست. خب این تمام توکل نیست. اعتماد کردن به خدا و آنچه که از اوست از یک طرف، و ناامید شدن از انسان به آنچه که در دست غیر خداست. یعنی شما باید از یک طرف تمام وجودت و تمام 100% تمرکز و ذهن تو نسبت به خداوند متعال امیدوار باشه و اعتماد داشته باشه، از اون طرف حتی 1% هم نسبت به غیر خدا شما امیدی نداشته، امیدی نداشته، کاملا انقطاع کامل چشم داشتی. چرا میگم حتی 1%؟ چون ما در دعاها داریم که خدایا یک لحظه طرفت عین نه ابدا، یعنی یه طرفت عینی، یعنی چشم بر هم زدنی هم منو به خودم وامگذار. یعنی چی منو به خودم وامگذار؟ یعنی امیده که باید به تو داشته باشم رو به دیگری نده. خب این خیلی مقام عظیمیه، خیلی مقام بالایی هست. اما من به نظرم میرسه که باز دوباره باید توکل رو بیشتر باز بکنم. توکل یعنی کسی رو وکیل در کار قرار دادن. در اسلام شخصی که بر خدا توکل کرده و کارهای خودش رو به خدا حواله کرده و از هر عاملی غیر از خدا دوری کرده، این آدم رو بهش میگن متوکل. این شخص توکل کننده رو بهش میگن متوکل. شخص متوکل تنها به خدا وابسته است و اساساً خدا رو اسباب اعمال میدونه و پدیده ها رو در دست خدا میده. خب پس اون انسان متوکلی که توکل میکنه، این توکل یکی از صفتهای انسان مؤمن میشه. لذاست که شما در قرآن آیات زیادی و آیات بیشماری رو میبینید که در مورد توکل، که من اینها رو خواهم خوان خدمت بینندگان در جای خود. بسیار عالی. خب توکل از صفات بسیار بزرگ و عالی انسان هست. خب منشأ این توکل توحیده. یعنی شما به هر میزان که توحید شما، خداپرستی شما، معرفت الهی شما بیشتر بشه، شما توکلتون افزایش پیدا میکنه و نسبت به خدا بیشتر خواهد شد. قرآن کریم هم خب درباره توکل تأکیدات بسیار زیادی داره و کسی که بر خدا توکل میکنه رو در قرآن میگه خداوند کفایتش میکنه. یعنی شما دیگه به هیچ کسی نیازی ندارید. قاعدتاً وقتی از دیگران ببریم و به یک منبعی که لایزاله، همون منبع تمام نیازهای دنیا و بیرون ما رو به تعبیری تأمین خواهد کرد. همینطور. اما مع الاسف در جامعه امروزی ما به سبب وارد شدن زندگی مادی و برجسته شدن مسائل مادی، ما با فروپاشی باور اعتقاد توکل به خدا رو بروستیم. یعنی این باور ارزشمند که ما رو حفظ میکنه هم به لحاظ روحی و روانی و هم به لحاظ مادی، این باور در حال فروپاشی است و در بعضی از جوامع ما میبینیم که اصلا این فروپاشی در حد نگران کننده ای
به اصطلاح اتفاق افتاد. من برای اینکه یه مقدار عینی تر صحبت بکنم در اینجا یک سری آمار رو خدمت بینندگان مطرح میکنم. شاید جناب آقای موسوی هم شما و هم بینندگان عزیز ما دیده باشن که یا به گوششون شنیده باشه که آمار خودکشی در کشورها، نه صرفا در ایران، بله، در کشورها افزایش پیدا کرد. دقیقا. ایران که خب در سطح پایین هست. حالا من بله توی این. بله الحمدلله در این مورد جامعه ما جامعه دینی است و این سطحش سطح بالایی نیست. این رو به شهادت سازمان بهداشت جهانی من عرض میکنم که اونها این آمار رو به اصطلاح ارزیابی میکنن و بیان میکنن. سازمان بهداشت جهانی انقدر این مسئله مهم شده و به یک مسئله تبدیل شده که یک روزی رو به نام روز پیشگیری از خودکشی مطرح کرد. اعلام کرده که سالانه 703,000 نفر در جهان جان خودشون رو به دلیل خودکشی از دست میدن. این آمار کاملا قابل دسترس است. من برای اینکه مطمئن بشم به سایت هم مراجعه کردم و دیدم بله همینطوره. یعنی یک سایتی نقل کرده بود، من دیدم رفتم سایت اصلی رو، بله مرجع رو نگاه کردم همین. بعد ادامه میده میگه به ازای هر خودکشی موفق 20 نفر اقدام به خودکشی میکنن که اینها ناموفق هستن. یعنی یک خودکشی موفق و 20 خودکشی ناموفق. خب مثلا طرف میره فرض کنید از یه بلندی خودشو میندازه اما خب زنده میمونه، نتیجه این حاصل نمیشه. بله بله. یا مثلا چیز رو میخوره. یا در کنار این بسیاری هستن که به خودکشی فکر میکنن ولی اقدام نمیکنند. بله. سازمان بهداشت خیلی خوشایند نیست. نیست اصلا. فکر احتمالاً توی مرحله دیگه. بله. اجرایی میشه. یعنی در یک فضایی و در یک زمینه ای شما میبینید که آرام آرام سمت تحقق اون چیزی که در ذهنش بله. هست پیش می. سازمان بهداشت جهانی بسیار نگران این ماجراست چون اونها به هر حال تیم‌های محققینی دارن که روی موضوعات کار میکنن و به اصطلاح گزارش‌هایی رو به جهان ارائه میکنن. خب شاید عمده کسانی که برنامه ما رو میبینن آقای موسوی تصورشون این باشه که ما خب شاید این آمارها رو که میشنویم به طور طبیعی به ذهنمون میرسه که خب طبیعیه دیگه، فقر مهمترین عامله، کسی که فقیر باشه خب دست به خودکشی میزنه قاعدتا. هم فقر از یه در که وارد بشه ایمان از اون در میره خارج میشه. خودکشی هم نتیجه تقریبا میتونه ایمانیه یعنی... یک بخشش. بله. یعنی ما خب طبیعتا میبینیم که خب این به طور خیلی عادی به ذهن ما میرسه که خب آقا فقیرن، خب اینا خودشون رو میکشن، طرف اجاره خونه نداره بده، پول نداره برای بچهش کیف بخره، یا نمیدونم بدهکار هست یا هر چیزی که هست، این میاد چیکار میکنه؟ دست به خودکشی میزنه. خود از شرایط حاضر نجات پیدا بکنه. خب اما وقتی تو آماری که لیست میکنه نگاه میکنه میبینیم که چهارمین کشوری که در این لیست هست کره جنوبی. با این همه ثروت و پیشرفت ظاهر، کره جنوبی به عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان نرخ بالایی از خودکشی را دارد. این کشور در رتبه چهارم هست که 28.6 مرگ ناشی از خودکشی در هر 100,000 نفر. مقیاسش به این شکل است که در هر 100,000 نفر تعدادی رو هر تعدادی که خودکشی میکنن به اون 28.6% چی هستش؟ آمار. یعنی چهارم این کشور است. بعد اینجوری نیستش که شما فکر بکنید که صرفا کره جنوبی هستن، نه، ژاپن هم بالاترین خودکشی ها رو ژاپن. کشورهایی که میزان شادیشون بالاست، خب اینا دو کشوری که الان نام بردید جزو کشورهایی که دین مشخص و مستقیمی ندارن.
نده. حالا توضیح میدم اینها رو که میرسیم به اونجا با کمک و امداد از اطلاعاتی که شما دارید ما انشالله این رو پرداختش میدیم که خب طبیعتاً بینندگان ما اهل مطالعه هستن میدونن که این به اصطلاح به چه شکل هست و تصویر روشن‌تری ایجاد خواهد شد انشاءالله. یک نرخ دیگری هم هست که نرخ شادی بهش میگن، این از همه جالب تره که میگن کشورهایی که با امتیاز شادی بالایی دارن خب طبیعتاً باید میزان خودکشی پایین‌تر باشه دیگه. بله. اما بررسی وضعیت این کشورها که عمدتاً کشورهای شمال اروپا هستن نشون میده که با وجود نمرات شادی و بالاتر از کشورهای دیگه نرخ خودکشی در این کشورها بالاست. یعنی شما نروژ رو نگاه کنید 11.8 این مرگ ناشی از خودکشی. کشورهای غربی خیلی خوبه. بله بله. فنلاند 15.3 اینا مرگ ناشی از خودکشی دارن، بالاتر از میانگین جهانی هم هست اینا. بله. خب عرض شود حضورتون که میانگین خودکشی در جهان بر اساس آخرین اعلام WHO که عرض شود حضورتون که 9 از هر 100,000 نفر است. خب با این وجود یعنی 11.8 که در نروژ هست بالاتر از میانگین جهانیه و اون عرض به خدمت شما که نروژ هم نروژ 11.8 فنلاند 15.3 اینا بالاتر از نرخ جهانی هستن. خب 28.6% که آمار خودکشی برای کره جنوبی اون که دیگه خیلی بالا هست. خب خیلی جالب شد. یعنی بله انقدر میگم تصور ذهنی همه برای اینه که حالا در کشورهای اروپایی و غربی به تعبیری با این همه امکانات و پیشرفت نباید خیلی به حسب ظاهر در خوشی خاصی به سر بریم، ولی میبینیم که آمارشون به مراتب تصویر هم که به ما نشون میدن هم همین بله. یک زندگی خیلی خوب، یک زندگی خیلی خوش عرض به خدمت شما که پدر شاد، مادر شاد در یک فضای دلنگیز امکانات رفاهی بسیار عالی، هر کی اتاق خواب جدا عرض به خدمت شما که طبقه بالا طبقه پایین یخچالی که باز میکنید پر مواد غذایی هست، همیشه حساب‌های پر بانکی. خب این دیگه چرا باید خودش رو بکشه؟ چه دلیلی؟ حالا نتیجهش رو بعد از یه میان برنامه با هم بررسی بکنیم. خشم. همراه باشید با ما تا یک فاصله رو تقدیم شما بکنیم، برگردیم. این چرایی که الان در انتهای گفتگو مطرح شد رو بررسی بکنیم. ممنون از همراهیتون و سپاسگزارم. امیدوارم که امروز و این گفتگو رو با دقت تمام گوش کنید و در ادامه هم با ما همراهی بفرمایید. در کنار توکل که موضوع اصلی گفتگوی ماست، نقش ایمان رو هم ببینید که چقدر ایجاد یک هدف میکنه توی زندگی ها و غالب اینهایی که مرتکب بحث خودکشی میشوند این موضوع رو گم کردن، هدفی ندارن، توکل هم ایجاد نمیشه به تبع و بعد سر از این داستان در میاد. اما با ما همراه باشید. جناب دکتر دخمی. در ادامه اون آمارهایی که من عرض کردم خدمت شما بر اساس سازمان بهداشت جهانی، یک آمار عجیب تری هست از کشور ژاپن. کشور ژاپن خب در یک گزارش من دیدم یکی از پایین ترین نرخ‌های افسردگی رو در جهان داره، شاید به خاطر رفاه خیلی خوبی که اونها دارن، پشتیبانی خیلی خوبی که از سالمندان اونها میشه و اساساً امید به زندگی که دارن، عمرها بالاست در اونجا، شاید به خاطر این باشه که افسردگی پایین داره. مال فعالیت هم میتونه باشه، میتونه باشه فعال... بله بله کاری به مراتب بیشتر از بله متغیرهای زیادی هست در اینجا.
اما با این حال این کشور هم دارای یکی از بالاترین نرخ‌های خودکشی است، خصوصا در میان کودکان و نوجوانان. عجیب. یعنی بین 10 تا 19 سال. خیلی عجیب. خیلی خطر هم داره. و یک تراژدی برای ژاپنی ها الان این قضیه خودکشی در اونجا. خب این از یک طرف، یعنی ما نگاه میکنیم میبینیم که جهان به خاطر ورود تفکر مادیگرایی که جوهره فلسفه غرب هست و به خاطر اینکه اینجا انسان محور جهان هستی قرار میگیره و نه خداوند متعال، و به خاطر بریده شدن از مسئله ماورا و مسئله خداوند متعال، باورهای دینی به تعبیری، باورهای دینی که از نظر ما باورهای دینی است، این باعث شده که یک پدیده‌ای وارد بشه که روز به روز داره گسترده تر میشه و اون پدیده یک عمل وحشتناک و تراژیکی به نام خودکشی است، یک پدیده ناراحت کننده و متاثر کننده. تحقیقات ثابت کرده که بالاترین میزان خودکشی تا به حال در بین همین آقایون آتئیست و ملحدان و بیدین ها بوده، یعنی کسانی که قائل به بیخدایی هستن، کسانی که اصلا قائل به این هستن که تمام نظام عالم مادیه، هیچ خدایی وجود نداره. خب این یعنی چی؟ چه چیزی رو نشون میده؟ یعنی یک نسبت معناداری رو بین بیدینی یا حالا موضوع برنامه ما بیتوکلی، خدا رو نادیده انگاشتن با پدیده خودکشی رو داره نشون میده، یعنی یه این نسبت رو داره. خب آیا من یک ادعا دارم میکنم یا پژوهش ها پشتوانه این ادعای من و فرضیه من بله. وجود داره؟ خب من تلاش میکنم که این رو مستندش بکنم. یک مجله روانپزشکی بسیار معتبر در امریکا پژوهشی رو انجام داده. عنوان پژوهش تأثیر آموزه‌های دینی در کاهش پدیده خودکشی است. اینا اومدن بررسی کردن که چرا در جوامعی که خدا باور هستن و در جوامعی که توکل برجستگی زیادی در باورهای اونها داره، چه اتفاقی میفته که در اونجا خودکشی کمتر هست و در جوامعی که بعضا مدرنه، مثلا فرض فرما که در جوامع مدرن، ما همین اواخر شنیدیم که هنرپیشه امریکایی که 100 میلیون دلار در به اصطلاح اموالش بود و حالا به حسابی پسنداز کرده بود، 100 میلیون دلار رو گذاشت به خودکشی. او چه مشکلی داشت که خودکشی کرد؟ آیا کسی تهدیدش کرده بود؟ آیا از بیم فقر این کار رو کرده بود؟ آیا مثلا فرض فرمایید که از بی‌غذایی این کار؟ نه. یا مثلا داشتیم طرف کارگردان معروف و معتبری بوده آمده خودکشی کرده، اصلا هم بحث مالی نبوده. پس در اونجا ما به این جنبندی میرسیم که این آموزه دینی هستش که تأثیر گذاره. یعنی فقدان این مسائل یکو انسان حس بی هویتی و بی هدفی به او دست میده، پوچی حاصل میشه، بله میگه. یک پوچی عمیق بر او حاکم خواهد شد و میره به جایی که نباید. یه نکته‌ای هم من به ذهنم میاد، شاید اشتباه میکنم، شما اصلاح بفرمایید، خصوصا برای اون جوامعی که فرمودین نرخ خوشحالیشون بالاست، گاهی اوقات انسان به یه مرحله‌ای میرسه که مثلا دیگه به زبان خودمانی تا ته خوشیه رو در آورد، فراتر از اون دیگه چیزی براش نیست، اونجا به یه پوچی میرسه. وقتی تلاشگری هم نمی کنن برای دستیابی به موفقیتی، میگه خب من دیگه الان هرچی بوده رو در آوردم، دیگه الان چیکار بکنم؟ لذا میره به این سمت پوچی و فکر میکنه این دیگه حالا نهایته، یعنی بازی به این امر دوچار میشه. همینطوره. مثل میمونه که شما در یک ماه فقط غذاهای گوشتی بخورید. آره دیگه خسته میشی. اصلا بعد موقع دلتون لک میزنه به این که یه نون یزدی رو بزنید به این ماست چکیده و بخورید. یعنی براتون کلی لذت بخشه. لذاست که
همونجور که شما فرمودید همینطور هست. منتها نکته‌ای که در اینجا وجود داره، ما از یک کل یک پارچه داریم صحبت میکنیم. نمونه شما یک مصداق بود که بله. روشنگر بود و کاملا در اینجا جا داشت که بیان میشه. من خواستم بگم که فقط صرف غم نیست که انسان ها میده. یه وقتایی هم به تعبیر کوچه بازاریش خوشی میزنه زیر دل طرف و میره به سمت این عمل خطا. جناب موسوی، در این پژوهش نکات جالبی بیرون آمد. در اونجا به این جنبندی رسیدن که آقا آموزه های دینی به اصطلاح باعث کاهش شدید خودکشی میشه. خب بعد اومدن گفتن که چرا؟ اومدن دیدن که معمولا یک فرد مؤمن کمتر عصبانی میشه، پرخاشگری میکنه یا حالتهای تکانشی داره. اینها کمتره. ببینید چون همون آموزهای دینی دستش رو میگه. احسن. اونجا پرخاشگری و عصبانیت رو و کسی که غضب بکنه رو برادر شیطان میدونه. طبیعتا این با خودش کار میکنه تا ملکه بشه بر اون که همیشه آرام نیفته. لذا مؤمنین، اولیای الهی، شما اولیای الهی عصبانی شما تصویرشو ندارید هیچ موقع. خدا همین ول کاظمین الغیظ میاد رو کمک میکنه. بله همینطور. خب این یه نکته. نکته دومی که از این پژوهش اومد بیرون، اینا به این جنبندی رسیدن که دین به تحمل بارهای زندگی و استرس ها کمک میکنه. یعنی دین میگه که درسته که الان فشار داره بهت میاد، ولی این تحمل بکنی، پیش خدا عجر داری، اگر خودداری بکنی خدا بهت پاداش میده و کمک میکنه که این حالت رو عبور کنم. چون بالاخره دائم که در این وضعیت هم. یه زمانی من مستأجر بودم، من آقای موسوی 10 تا خونه عوض کردم موقعی تازه ازدواج کردم. یعنی هر سال من خونه یا خونه عوض میکردم. بعد سال 11 12 دیگه خونه دار شدم. خونه دار شدم رفتم خونه دار. ولی وقتی نگاه به اونا میکنم اون زمان میکنم، میگم واقعا چه فشاری به من میومد و فقط یاد خدا و ذکر خدا بود که به من کمک کرد. و این باعث میشه که ابتلا به انواع اختلالات روانی کاهش پیدا کنه، چون خودکشی در ناشی از یعنی میوه اختلالات روانیه دیگه. بعد در اینجا پژوهش نشان داد که اگر، یعنی با یک توصیه به پایان میرسه که اگر ما فرهنگ دینیمون رو و مؤلفه های دینیمون رو از جمله بحث توکل رو افزایش بدیم، این باعث میشه که ما و جوامع و رهبران جوامع بتوانن پدیده خودکشی رو کنترل و مهار بکنن و این نتیجه حیرت انگیز آموزه های دینی در جوامع. و به خاطر این هستش که حالا این شبکه نورانی و این بیت العباس و این همه که پرداختن به این که آموزه های دینی دائم داره مطرح میشه، به خاطر این که مردم رو از اون تنش های روانی دور کنن و با این صحبت هایی که حالا خود حضرت عالی یا کارشناسان مطرح میکنن که ریشه در آیات قرآن و روایات داره، موجب آرامش ذهنی مخاطب. خود کلام اهل بیت، همون آیات قرآن، یک نورانیتی داره. این نورانیت به زبان امروزی یک انرژی مثبتی داره که طرف رو از این پوچی، از این تاریکی که منجر میشه به یک سری اعمال اصلا غیره فکر آدم بودن، انسان بودن. مگه میشه یک کسی خودش رو ببره توی فضای این چنینی؟ حالا خودکشی یکی از نشانه های عدم توکل و عدم داشتن یک تکیه‌گاه محکم دیگه. چیزهای دیگه هم قطعا در کنارش هست. وقتی اینا مطرح میشه یه نورانیتی ایجاد میکنه، از اون تاریکی میکشه بیرون و مثلا دوره اون امیده میاد جاش رو میگیره و روشنایی و نوری که مسیر رو براش هموار میکنه. همینطور. بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم. مقدمه و آغاز بحث خوبی بود که انشالله ادامهش رو در برنامه بعدی داشته باشیم، چون توکل به خودی خود یک موضوع کاملا حساس و مهمی است که حالا شما هم در ابتدای فرمایشاتتون فرمودین و انشالله بتونیم توی قسمت‌های بعدی هم گفتگو بکنیم. ضمن سپاس از جناب آقای دکتر خلجی، از شما مردم هم تشکر میکنم. یک بخشی رو ببینید، جناب آقای دکتر رو باهاشون خداحافظی خواهیم کرد.
توی این فاصله میخوام یک روایت حکیمانه از وجود نازنین امیر مؤمنان تقدیم شما بکنم. حضرت میفرماید اهل دنیا همانند کاروانی هستند که هنوز بار نینداخته ندای الرحیل براشون میاد و باید بار خودشون رو ببندند و حرکت کنند. دنیا همینطوره، جایی برای ماندن نیست و دل بستن به او خطای بزرگی است. همگان این مسیر رو خواهیم داشت و باید بفهمیم و متوجه بشیم که دنیا محل گذر کردنه. اونی که میمانه خیلی چیزا رو از دست خواهد و بخواهد یا نخواهد این مسیر برای همگان تنظیم شده. یادم آمد از بخشی از مقتل سیدالشهدا که در شب عاشورا شمشیر خودشون رو داشتن تیز میکردند و آماده میکردند، زیر لب ابیاتی در مذمت دنیا و بیوفایی او به زبان جاری میکرد. زینب کبرا سلام الله علیها وقتی این حالت برادر رو دید، دلغمین و چشم اشکبار به محضر سیدالشهدا حاضر شد. ابو عبدالله حسین علیه السلام حال خواهر رو که دیدن برای تسلای دل او فرمودن خواهرم آرام باش، این مرام دنیا و مسیر دنیاست، برای همگان هم هست. جدم رسول الله از من برتر بود اما همین مسیر رو رفت. پدرم امیرالمومنین، مادرم صدیقه طاهره سلام الله علیها، برادرم امام مجتبی علیه السلام، همگی در درجات والا و بالا بودند اما انتهای مسیر اونها هم همین بود. آرام باش، صبور باش که وظایف سنگینی رو داری. برای امامان ما این گذر کردنه بوده، حتما برای ما هم هست، ولی ما به عنوان پیروان، به عنوان کسانی که مدعی بر محبت اهل بیت هستن، این الگو رو باید از زندگی حضرات بگیریم که تو این دنیا باشیم، زندگیمون رو هم بکنیم، اما دل بهش نبندیم. ببین امیرالمومنین پول فراوان به دست می آورد ولی اهل کنار گذاشتن برای خودش نبود. پارچش رو پهن می کرد، سکه هایی که درآمد کرده بود رو به دست آورده بود و میان اون پارچه می ریخت، صدا می زد فقرا بیاد به اندازه‌ای که می خواهید برداری، و غالب اوقات هیچ چیزی درون اون پارچه نمی موند که بتونه زندگی خودش رو باش تأمین بکنه. چرا؟ چون می فهمون مال دنیا مال اهل دنیاست و برای علی این پول و دینار و اینها هیچ ارزشی نداره. ما هم باید این گونه باشیم. اگر مدعی هستیم می خواهیم یک زندگی الهی داشته باشیم. ممنونم. اللهم صل على محمد و آل محمد. حرف های مختلفی امروز گفته شد اما یک نکته هم از زندگی حضرت سجاد علیه السلام به شما بگم. ارتباط با خداوند متعال و حرف زدن با خداوند باری تعالی از درس هایی است که می شود از زندگی حضرت سجاد علیه السلام یاد گرفت، که ما فاصلمون رو هر چقدر که می توانیم با خدای متعال کمتر کنیم، نه اینکه فاصلمون روز به روز بیشتر بشه. با خواندن دعا و ادعیه که فرمودن الدعا مخ العباده، مانند سر در بدن، یک همچین جایگاهی در دین و مکتب ما داره. پس یاد بگیریم با خدای خودمون نجوا کنیم، خلوت کنیم و خدا هم به ما نظر لطف و مرحمتش رو روز افزون بکنه. از همتون التماس دعا دارم توی این دقایق ندای دعوت خدا رو که در قالب اذان است لبیک بگویی و از او بخواهیم که موانع ظهور حضرت رو برطرف کنه. الهی در پناه حضرت حق تا یک سلام دیگه
یا علمت.